از خواننده گرامی می‌خواهم کتاب را با نگاهی انتقادی و عاری از تعصب مطالعه کند. از مسلمانان معتقد و حتی روحانیون می‌خواهم که بدون خشم و تعصب این کتاب را دعوتی برای پاسخ به مسائل پیش رو در نظر گیرند و لااقل برای یک بار هم که شده بدون اتکا به کلیگویی‌های بی‌ثمر ارتباط اصول اخلاقی را با احکام اسلامی بررسی کنند. این کتاب مبتنی بر منابع معتبر اسلامی است، منابعی که خود مسلمانان بدان باور داشتند و احکام شریعت را از همانها استخراج می کنند. بنابراین قضاوت با شماست که آیا این دین را با اصول اخلاقی و شأن اسلامی خیش در توافق می بینند یا خیر؟ چرا ما بعد از سالها زندگی در فضای مذهبی و یادگیری قرآن در نهایت این حقایق درباره اسلام و زندگی محمد را از زبان یک پژوهشگر غربی می شنویم؟ آیا این سوال پاسخی جز این می تواند داشته باشد که تنها آنچه را از اسلام به ما گفتند که دوست داشته ایم بشنویم؟ طی سالها بحث و جدال با مسلمانان برای رهایی آنان از بند خرافات، هنگامی که با ارجاع به متون اصلی قرآن و سنت از این واقعیت سخن می گفتیم، ابتدا با ناباوری آن را انکار می کردند. حقیقت درباره محمد، بنیانگذار نامتسامح‌ترین دین در جهان. نویسنده رابرت اسپنسر، مترجم علی رنجبر و حمید رضا عبدالحی. راوی فاطمه اسدی. ادیت فنی قاسم قرهداغی. موضوع زندگی نامه حضرت محمد. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بو. آوایبو.com.